دو شکر میکنم که واقعا فیض خداست اینجا هستم. بار دیگه این خدمت حساس رو به عهده دارم و قبل از هر چیز تشکر قلبیم از خواهر نسرینه به خاطر اعتمادی که کردش و همین باعث تشویق من شد، چون هر دفعه که دنبال یک موضوعی میرم، دنبال یه متنی میرم برای کلام، واقعا اولین نفر خودم برکت میگیرم و اولین نفر اون کلام رو خود من تاثیر میذاره و خدا رو شکر میکنم واقعا. و قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم صحبتایی که امروز من میکنم واقعا شخص خاصی مورد نظرم نیست، قبل از هر چیز منظور من به خود منه. اینو لطفاً شما شخصی برداشت نکنین. اگر مثالایی که میزنم، اگر هر صحبتی که میشه، من قبل از هر کسی به خودم دارم میگم و هدف اینه که واقعاً خداوند جلال پیدا کنه. امروز مطلبی که خیلی هدایت شدم راجع بهش صحبت کنم از طریق روح القدس، اهمیته که درون هر انسانی برای خدا داره. یعنی خداوند خیلی به درون ما اهمیت میده تا به ظاهر ما. خواهرمون کلاله دوم قرنتیان باب 5 آیه 12 رو اگه میشه بود. من اگه اجازه بدی از هزارین بگم میگم خیلی راحت تر. زیرا مرا چه کار است که درباره مردمان بیرون از کلیسا داوری کنم؟ ولی آیا داوری درباره آنان که در کلیسایان بر عهده شما نیست؟ توی ترجمه پنج دوم قرنتیان بودیم اشتباه خوندیم. آیه باب 5 آیه 12 دوم قرنتیان. نمیخواهیم باز شروع به توصیه درباره خود کنیم، بلکه میخواهیم حجتی به شما بدهیم که به ما فخر کنیم، تا بتوانیم پاسخ کسانی را بدهیم که به ظاهر فخر میکنن، نه به آنچه در قلب است. آمین. اینجا اشاره کرده به ظاهر فخر میکنن، نه به آنچه درون است. پولس رسول توی به خصوص رساله قرنتیان اول و دوم قرنتیان خیلی بیشتر از خودش مثال زده و تمام شهادت‌های زندگی خودش، از ضعف‌های خودش مثال زده، از مراحلی که عبور کرده، سختی‌هایی که عبور کرده، تا به اون مراحلی که خدا در نظر بود، هدفش بود که رسیدش. و خیلی قشنگ توی این باب اشاره می‌کنه به صورت ظاهر، یعنی اون چیزی که ما در ظاهر نشون میدیم و اون چیزی که در قلب ما میگذره آیا یکیه؟ یکم خوبه که تفکر کنیم، یکم فکر کنیم به این جمله که واقعا خیلی جمله اساسیه برای ساختار درونی قلب ما. و یکی از فرهنگ هایی که ما میدونیم فرهنگ های مختلفی داریم، یکی از فرهنگ هایی که بهش اشاره شده فرهنگ آبروداریه و معنی دیگه فرهنگ آبروداری همون تظاهره، که متاسفانه این فرهنگ در ایرانیا به خصوص خیلی دیده میشه. یعنی این فرهنگ آبروداری، من ظاهرمو همیشه آراسته میکنم به خاطر اینکه همه خوب به هم فکر کنن، چی لباس بپوشم که نظرشون نسبت به من عالی باشه، اینجوری رفتار کنم که منو خوب جلوه بدم. همش در رابطه با ظاهر ماست، که همش ظاهرمونو به خصوص میگم این بیشتر در خود من ظاهرمو خوب نشون بدم که مردم خوب فکر کنن راجع به من، ولی در قلب من چی میگذره. انقدر این فرهنگ آبروداری و این فرهنگ تظاهر در قوم ایرانی زیاد شده متاسفانه که به ظاهر نمایی تبدیل شده و این ظاهر نمایی ها باعث میشه که به تعارف تبدیل شه. با چند تا خانواده آلمانی که صحبت میکردیم، یا اروپایی ها، فرقی نداره، کلمه‌ای به عنوان تعارف اصلا نمیشناسن اینا. قلبی ها به هیچ عنوان آشنا نیستن با فرهنگ تعارف و این تعارف همون تظاهر ماست. انقدر این ظاهر نمایی در ما یه موقع قوت میگیره، انقدر ریشه پیدا میکنه، تبدیل به تعارفایی میشه که طرفو میبینیم، شاید مثلا اصلا خوشمون هم نیاد از دیدن، ای وای چقدر خوشحال شدم تو رو دیدم، در صورتی که در قلب من یه چیز دیگه میگذره. کی زودتر بره که راحت شم؟ حوصله‌شو اصلا ندارم. خیلی ظاهر ما با درونمون خیلی فرق میکنه.
و خدا اینو از ما نمیخواد. خدا اول درون ما رو میخواد درست بکنه که اون درون ما در ظاهر ما تأثیر بذاره، نه اینکه ظاهر ما اون قلب ما رو عوض کنه و به طور کلا نقشه خداوند در بیان. و این تعارفایی که ما میکنیم گاهی اوقات به دروغ تبدیل میشه و میدونیم که خداوند ما از دروغ بیزاره. وقتی که متاسفانه ما حتی ایمانم میاریم، همین فرهنگ تظاهر در زندگی ایمانی ما هم میاد جلو. وقتی که جلوشو نگیریم، مبارزه نکنیم باهاش، تو مراحل مختلف ایمانی ما هم دیده میشه که به خصوص سه مرحلهش خیلی شاخصه. یکی توی هللویا گفتنای ما، دعاهای ما. چرا میگم اینجوری؟ به خاطر اینکه نحوه دعاهامونو میبینی، دعاهایی میکنیم ولی درونمون اصلا اون دعاها از درون ما بر نمیاد، بلکه فقط در زبان ماست، چون حفظ کردیم این دعاها رو. هللویا میگیم، یه جوری هللویا میگیم که همه ببینن وای این چقدر ایمان در روحه، در صورتی که درون من اصلا چیزی نیست، ارتباطی با روح ندارم. در پرستش ها و ستایش های ما دیده میشه. خیلی به جرئت میتونم یه پرستش معروفی داریم که میگه هر چه دارم از ته دل تقدیم عیسی کنم، ولی موقع هدایا و موقع دهیکا سر خدا کلا میزنیم، جا میزنیم، یعنی تبدیل شده به تعارف. پرستش میکنیم، دهان ما یک چیزی رو پرستش میکنه ولی قلب ما موقع عمل یک کار دیگه انجام میده. همینطور در خدمتهای ما هم تاثیر میذاره متاسفانه این تظاهر در خدمتهای ما، چون دقت کرده باشید خیلی ها دوست دارن خدمتهایی رو بکنن که دیده بشن در جمع، خدمتهایی که در خفاست، به خصوص خدمتهایی مثل دستشویی شستن و توی آشپزخونه کار کردن و کارهایی که پیش پا افتاده است خیلی ها دوست ندارن، ولی سر خدمت تکنیک و پرستش و خدمتهایی که چیزهای دیگه که تو چشم هستش جنگ تن به تن میشه یه موقعهایی. و متاسفانه میگم این از اون قبل از ایمان ما، این فرهنگ تظاهر و آبروداری که چیکار کنم که آبروم نره، انتقال داده شده به زندگی ما بعد از ایمان ما. انتقاد پذیر نیستیم، برای اینکه میترسیم اگر انتقادی از زمان میشه آبرومون بره، همه بفهمن که اشتباه کردیم، و به همون طریق انتقادم نمی کنیم چون میترسیم دوستامونو از دست بدیم، میترسیم که محبوبیتمونو از دست بدیم توی جمع، و این خیلی خطرناکه برای زندگی یک ایماندار. خدا اینو از ما نمیخواد. خدا تو ایمان مسیحی قبل از اینکه ظاهر ما رو تغییر بده میخواد قلب ما رو تغییر بده. به ظاهر ما کاری نداره خداوند. پولس رسول شاید قدرت بیان آنچنانی نداشت، شاید ظاهر خیلی جالبی نداشت، ولی رساله هایی نوشت که زندگی ها و قوم ها رو دگرگون کرد. خیلی خوبه که یه مقدار بریم جلوتر، عهد عتیق و با عهد جدید مقایسه کنیم. مثالی که تو عهد عتیق میتونم بیارم، میتونی کلاله جان دوم قرنتیان باب 3 آیات 1 تا 9 رو لطفا بخونیم. فرق نداره دو تا یک مبلغ مست. دوم قرنتیان 3:1-9. البته توصیه میکنم که کل این باب 3 رو بخونید، ولی فعلا ایمه یه مقدار رو من میگم برای اینکه وقت جلسه گرفته شه. آیا باز به سفارش خود شروع میکنیم؟ و آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟ شما رساله ما هستید، نوشته شده در دلهای ما، معروف و خوانده شده جمعی آدمیان. چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می باشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای حی، نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل. اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم، نه اون که کافی باشیم که چیزی را بر خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می کشد لیکن روح زنده می کند.
اما اگر صفت مد که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده شده با جلال می بود و حدی که بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او که فانی بود، چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد بود. آمین. خیلی قشنگ پولس رسول دوتا عهد رو مقایسه کرده با هم. عهد عتیق موسی رو مثال زده. زمانی که موسی ملاقات کرد با خداوند، چهرش انقدر متبدل شد، به جلال خدا در اون دیده می شد، طوری که وقتی برگشت از ملاقات با خدا، قوم نمی تونستن به چهرش ببینن، وحشت می کردن از اون جلال چهره موسی. و همونجا موسی کلام خدا رو برای اونها رو لوح سنگی نوشت، درسته؟ رو لوح سنگی کلام خدا رو موسی نوشت و برای قوم آورد. عهد عتیق که میتونیم همون عهد شریعت بگیم که موسی تقریبا بنیانگذارش بود، همون ظاهر ماست که خیلی بهش توجه میکنیم. موسی وقتی که اومد و اون جلال خدا رو بعد از ملاقاتش با خدا گرفت، بعد از اینکه کلام خدا رو گفت، یه نقابی به چهرهش انداخت. برای چی این نقاب رو انداخت به چهرهش؟ به خاطر اینکه این جلال یک جلال ظاهری بود، جلالی بودش که دائمی نبود، به مرور زمان از بین میرفت. و برای اینکه از بین رفتن اونو مردم نبینن و به همون تناسب قوم بهش احترام بذارن به خاطر اون جلال، اون نقاب رو انداخت که مردم متوجه نشن که این جلال رفته به رفته داره کم و کمتر میشه تا از بین بره. ولی در عهد جدید اگه بخوایم مقایسه کنی، گفت چی؟ گفت من رساله خودم رو نه با مرکب و روی لوح سنگی، بلکه روی قلب‌های شما می‌نویسم. پس خدا می‌خواد قلب‌های ما رو تبدیل کنه، روی قلب‌های ما از طریق روح خودش تأثیر بذاره و این جلال از طریق قلب ما بر صورت ما تأثیر بذاره، نه اینکه برعکسش باشه. این فرق عهد عتیق و عهد جدیده. میگم وقتی که پولس ظاهر چشمگیری نداشت ولی درونش یک قدرتی داشت، قلب او آنچنان عوض شده بود که رساله های او مردم رو عوض میکرد، قوم ها رو تبدیل میکردش. چقدر ها ایمان آوردن؟ درون من الان چه خبره؟ فخر من به چیه؟ فخر من کجا هستش؟ خوبه که این سوال ها رو دائما از خودمون بکنیم و به وعده خدا در عهد عتیق که برای عهد جدید داده بود، به خصوص در ارمیا باب 31، حزقیال باب 36 که گفته بود قلب‌های تازه به شما میدن. خدا نمیخواد که ما ایمان بیاریم، ظاهر ما آراسته باشه ولی قلب ما همون قلب سنگی گذشته باشه، تظاهر توش باشه و به خاطر این تظاهر خیلی کارها بکنیم که نمیخوایم. ماسک، نقاب بزنیم، مثل موسی نقاب بزنیم که کسی نبینه چهره واقعی ما رو. قلب ما یک چیز دیگه است. خدا میخواد قلب تک تک ما رو تغییر بده. آمین که خودمون اونقدر در اختیار روح القدس قرار بدیم که تمام این نقاب‌های ما روز به روز با تعالیمی که میگیریم برداشته بشه، تا اون جلال واقعی، جلالی که از طریق قلب ما منعکس میشه، یک جلال ماندگاره. جلالی نیستش که مثل جلال چهره موسی گذرا باشه، بلکه یک جلال ماندنی، ماندگاره که از قلب ما منعکس میشه. خدا این رو میخواد، میخواد نور خودش رو در قلب‌های ما منعکس کنه و این نور از طریق قلب ما ظاهر ما رو تغییر بده. آمین. پولس رسول به عنوان خادم خیلی شهادت‌ها داشتش و خیلی قشنگ در دوم قرنتیان باب 4 آیات بین 7 تا 12 اشاره میکنه به سختی هایی که ممکنه ما تو این راه بکشیم. یعنی این میتونه نه فقط برای پولس رسول باشه، وقتی نگاه میکنیم برای تک تک خود ما هست. شهادت هایی که امروز من شنیدم واقعا چیزی نمونده بود که بخوام بگم. شهادت های شما واقعا خودش تعالیم بودش که سازنده بود برای تک تک خود ما ها. و میگم چیز اضافه بر اون نمیتونم من بکنم. پولس اشاره میکنه توی این آیات که ما از هر سو در فشاریم اما خرد نشدیم. وقتی خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم، قلبمون رو،
قلب تبدیل شده ما فشارها هستش. کدوم یکی از ماها تک تکمون وقتی نگاه کنیم به زندگی همون در فشار نبودیم؟ شهادت هایی که شنیدیم، خود من، نغمه جون، کسای دیگه، در فشار هستیم، ولی قدرتی که در ماه نمیذاره خورد بشیم. آمین. چون که مسیح در قلب ما زندگی میکنه، نه اینکه اون انسانیت کهنه ما. متحیریم ولی ناامید نیستیم. تعجب میکنیم از اتفاقایی که میفته در پیرامونمون، ولی هیچ وقت امیدمون رو از دست نمیدیم، چون امید ما امید عیسی خداونده، خدای زنده است. آزار میبینیم، چقدر از مسیحا هستن که در سر و سر دنیا دارن شکنجه و آزار میبینن، چقدرها در زندان ها هستن، چقدرها مصیبت دارن میبینن برای تعالیم. توی ایران خودمون چقدر با محدودیت دارن کلام خدا رو میشنون، ولی واگذاشته نشدن. برای چی؟ برای اینکه خداوند اونا رو وانه میذاره، خودشون رو سرسپرده خداوند کردن. بر زمین افکنده شده ایم اما از پا در نیامده ایم. شکست ها داریم، شکست هایی در زندگی های تک تک ما وجود داره، ولی این شکست ها باعث نمیشه که ما از پا بیفتیم، بلکه باعث ساختن ما میشه. می ایستیم و ادامه میدیم. آمین. و مرگ عیسی رو دائما حمل میکنیم. یعنی چی؟ یاد صحبت های خواهر نسرین میفتم که بارها موقعی که خود من در خیلی سختی ها بودم میگفتش که ما باید فکر نکنیم که مثلا عیسی مسیح، صلیب عیسی مسیح فقط خوشخوشانه بود، در مصیبت های مسیح باید شریک بشی. من اون موقع متوجه نمیشدم واقعا که منظور خواهر نسرین چیه در مصیبت ها. گفتم عیسی مسیح تمام گناه های ما رو گرفته که ما مصیبت نکشیم، اگه قرار باشه منم مصیبت بکشم و چرا ایمان آوردم؟ ولی وقتی که قلبمون عوض شه متوجه میشیم که در مصیبت‌های مسیح شریک شدن یعنی چی؟ یعنی صلیبمون رو هر روز برداریم با خودمون هم کنیم در تمام بدترین شرایط زندگی، و اون باعث جلال ظاهری ما میشه، باعث میشه که قلب‌های ما رو عوض کنه. تمام این سختی‌ها، این گنجینه‌ای که در ظروف خاکی هستش، ما از خاک هستیم ولی یک گنجینه درون ما خدا قرار داده از طریق فیض و رحمتش، از طریق روح پاک خودش، و این گنجینه در ظرف خاکی ماست. پس چقدر میتونه این گنجینه روز به روز این خاک مبدل به گنج اصلی بشه که خدا از ما توقع داره. پس اجازه بدیم که خدا کار کنه در قلب های تک تک ما. دست خدا رو نبندیم با ظاهر فریبی، با تظاهر، با انتقاد نپذیرفتن، با خلقت‌های کهنه. بارها ما موعظه‌های مختلف شنیدیم از این انسانیت کهنه درونمون، از قلبمون که پر از مریضی، پر از آلودگیه، ولی فقط گوش میدیم. اجازه بدیم که از امروز خدا بیاد کار کنه، این روح پاک خدا در درون ما کار کنه تا اون جلال واقعی خدا از چهره ما دیده بشه. آمین. به اون چه که درونمونه فکر کنیم، نه به اون چه که در ظاهرمونه. وقتی که عمق وجود و شخصیت من تغییر بکنه، اونجاست که قلب من تبدیل میشه از یک قلب سنگی به یک قلب گوشتی، و اونجاست که قلب من چهره جلال خدا رو به خودش میگیره و از طریق جلال خدا نه فقط ظاهر من آراسته میشه، بلکه قلب من هم میشه پر از نور خداوند، و این انتظار خداوند از تک تک ماست. آمین. سرودی رو در نظر گرفتم که اگر ایمان دارید واقعا به این صحبت و اگر میخواید که قلبتون عوض شه و از امروز به بعد سعی کنیم قبل از اینکه به ظاهرمون توجه کنیم به باطن خودمون توجه کنیم و باعث بشیم که این باطن ما روز به روز تغییر کنه در جهت جلال خدا، سرود شماره 16 رو خواهر مریم قبل از اینکه در دعا بریم اعلان کنیم، و بعد از اعلان این سرود بریم در دعا. سرود 16 اکنون در نور سالک، یعنی اولو ابد، چون اعلاناتی رو میکنه که